سلام، به جلسه دوم دوره پیشرفته آموزش زبان سی شارپ خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام در مورد ابسترکت کلاس ها باهاتون صحبت کنم و بهتون نشون بدم که ابسترکت کلاس ها چی هستن، کاربردشون چیه و چجوری باید از اونها استفاده کنیم. من یه دونه پروژه کنسول درست کردم و هیچ کار خاصی ندارم. در طول طراحی و پیاده سازی یک اپلیکیشن مواردی پیش میاد که نیاز داریم کلاس هایی که ساخته میشه یه قاعده و قانون خاصی حتما توی اونها رعایت بشه. در چنین مواردی میتونیم از ابسترکت کلاس ها استفاده کنیم که بریم با هم دیگه تعریفش کنیم و ببینیم که چه جوری هست. فرض کنیم که من اینجا یه دونه کلاس دارم به اسم پرسن، یه دونه پراپرتی داره از نام استرینگ به اسم نیم، یه دونه پراپرتی داره به اسم last name و یه دونه public method داره به اسم calculate. حالا در پایین یه دونه کلاس دیگه دارم به اسم customer که این کلاس customer قراره از کلاس person ارث بری کنه. خب ارث بری رو توی جلسات گذشته بهتون توضیح دادم. به محضی که کلاس کاستمر از کلاس پرسن ارث بری میکنه، تمامی متدها، فیلدها و هرچی که داخل کلاس پرسن هست داخل کلاس کاستمر هم قابل دسترسیه و میتونیم ازش استفاده کنیم، به جز موارد پرایوت. ولی در بعضی مواقع پیش میاد که وقتی کلاس کاستمر ساخته میشه نیاز داریم حتما یک سری موارد داخل اون وجود داشته باشه. مثلا یک پراپرتی وجود داشته باشه با یک اسم خاص و دیتا تایپ خاص خودش، یک متد وجود داشته باشه، یک فانکشن وجود داشته باشه و تمامی مواردی که نیاز داریم داخل اون وجود داشته باشه. در چنین مواردی به این صورت عمل میکنیم. میایم از کلاس پدر که پرسن هست تعریفش رو به این صورت انجام میدیم. میگیم کلاس به صورت ابسترکت تعریف میشه. حالا که کلاس رو به صورت ابسترکت تعریف کردیم، لازم تمامی فیلدهای داخل اون که لازم داریم توی کلاس فرزند ساخته بشه رو به صورت ابسترکت تعریفش کنیم. الان اگر که برنامه رو بیلدش کنم هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب حالا کاری که من میخوام انجام بدم اینه که میخوام بگم توی کلاس کاستومر متدی به اسم نیم با دیتا تایپ استرینگ وجود داشته باشه. پس کافیه که کلمه ابسترکت رو به این پراپرتی اضافه کنم. و به محضی که این کارو انجام میدم، میبینین که کاستومر به من خطا میده. و اگر که موس رو روی اون نگه دارم میگه که این ایمپلیمنتش به درستی انجام نشده و کافیه روی آیکون کلیک کنم و بگم ایمپلیمنت کن ابسترکت کلاس رو. خب همینجوری که اینجا میبینین یک دونه پراپرتی درست کرد به اسم نیم و از نوع دیتا تایپ استرینگ، ولی نکته اینجاست که حتما کلمه اوورراید باید تویش وجود داشته باشه. خب برای متد هم میتونم همین کار رو انجام بدم، بگم پابلیک ابسترکت و خب الان خطایی که اینجا به من میده برای calculate این به این معنی که به محض اینکه یک متد یا فانکشن رو به صورت ابسترکت تعریف می‌کنیم دیگه بادی برای اون معنی نداره و حتما باید بادی اون رو پاکش کنیم و آخر اون یه دونه سمیکالون بذاریم. خب دوباره اینجا به من خطا میده رو کاستمر، میگم ایمپلیمنت رو انجام بده و همینطور که می‌بینین اینم من پاکش کنم، یه دونه متد درست کرد به اسم calculate و کلمه override رو هم حتما داخلش اعمال کرد. به این شکل به محضی که من یک کلاسی رو به پروژه اضافه کنم و از کلاس پرسن ارث بری کنم، حتما لازمه که این پروپرتی و متدهایی که تعریف کردم داخل اون وجود داشته باشه. حالا اگر که من به عنوان مثال کلاس مثلا پرسنل اضافه کنم و ارث بری کنم از کلاس پرسن، میبینین که دوباره لازم داریم حتما این دوتا داخل اون اضافه بشه. به این شکل پروژه رو مجبور کردم که حتما ساختار و پترنی که من بهش میدم رو به خودش بگیره. اینو من اینجا پاکش کنم. حالا یکی از نکته هایی که وقتی که یک کلاس رو به صورت ابسترکت تعریف میکنین اینه که دیگه از روی اون کلاس نمیتونین اینستنس درست کنین. یعنی من نمیتونم بیام اینجا بگم که مثلا بله پرسن مساویه با نیو پرسن، این کار رو انجام بدم به من خطا میده. میبینین که برنامه کامپایل نمیشه و دچار خطا میشه و پیغامی هم که میده میگه که این کلاس به صورت ابسترکت تعریف شده و دیگه نمیتونی از روی اون اینستانس درست کنی. و نکته دیگه این که وقتی که یک کلاس رو از یک کلاس دیگه که به صورت ابسترکت تعریف شده تعریفش میکنیم، مثل مثالی که اینجا داریم، مثلا من نیم رو گفتم ابسترکت باشه، این متد رو هم گفتم ابسترکت باشه، ولی لاست نیم رو نگفتم ابسترکت باشه. ولی نکته اینجاست که از داخل کلاس کاستمر همچنان به لاست نیمی که داخل پرسن هست دسترسی دارم. خب من اینجا میتونم بیام داخل این و بگم لاست نیم مساوی یه مقداری باشه. میبینین که دسترسی دارم و
هیچ مشکلی وجود نداره. استفاده درست و دقیق توی تعریف کلاس‌ها توی پروژه‌ها بسیار بسیار مهمه و وقتی که پروژه‌تون اسکیل می‌خوره و بزرگ میشه خیلی بهتون کمک می‌کنه که پروژه بسیار تمیز باشه و دیولپ راحت‌تر و دقیق‌تری داشته باشین. حالا توی ویدیوهای بعدی موارد دیگه‌ای مثل اینترفیس، اکسترن و پارشال کلاس‌ها رو هم بهتون توضیح میدم. می‌بینین که چه کاربردهایی داره و چقدر می‌تونید تمیز کد بزنین. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتماً اون رو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتون توی کامنت‌ها هستم. این ویدیویی که بهتون پیشنهاد می‌کنم معروف به همین کاناله و همین ویدیو. اگه دوست داشتین اونا رو هم تماشا کنین.